فتنه سال 88 کشور رو واکسینه کرد، کشور را بر ضد میکروبه هایی که میتوانه میکروبه های سیاسی و اجتماعی که میتوانه اثر بگذاره مردم رو مجهز کرد، بصیرت مردم را بیشتر کرد. 10 سال بعد از حبس خانگی رهبران جنبش سبز در ایران، موسوی، رهنورد و کروبی هنوز پای حرفشان ایستادند. از مشاور ارشد میرحسین موسوی میپرسیم آیا امیدی به رفع حصر دارد؟ و از دو تحلیلگر که در زمان جنبش سبز مثل هم فکر میکردند اما حالا دیدگاهی متضاد دارند میپرسیم که جایگاه رهبران جنبش سبز در معادلات سیاسی ایران کجاست و فضای سیاسی ایران در این 10 سال چه تغییراتی کرده؟ همچنین در برنامه امشب دیگه تقریبا در کشور چرخیده و این یکی از زنگهای خطر جدی برای مدیریت کرونا است که آغاز شد. تایید شیوع ویروس جهش یافته کرونا در ایران، وضعیت 9 شهر استان خوزستان هم قرمز شد. و تلاش برای مهار آتش سوزی گسترده در مرز ایران و افغانستان، تهران نیروی امدادی به منطقه فرستاد. شصت دقیقه زنده از بی بی سی در لندن. سلام، شبتون بخیر. 10 سال از آغاز حبس خانگی رهبران جنبش سبز می‌گذرد، بدون برگزاری دادگاه یا طی شدن هر گونه فرایند قضایی. میرحسین موسوی، زهرا رهنورد و مهدی کروبی اما کماکان بر موضعشان ایستادند. در این 10 سال عرصه سیاست ایران شاهد تحولات عمیق و پیچیده‌ای بوده. حاکمیت آشفته از اعتراضات 88 بیش از پیش و با خشونت هر حرکت اعتراضی را سرکوب کرد و رقابتی که زمانی بین اصلاح طلب و اصولگرا بود را به رقابتی بین حکومت و مخالفان حکومت تبدیل کرده. وعده رفع حصر که از جمله وعده های حسن روحانی رئیس جمهوری بود محقق نشده و انتخابات سال گذشته مجلس نشان داد که احتمالاً بخش بزرگتری از جامعه ایران از صندوق رأی قطع امید کردند. فضای سیاسی ایران به گفته ناظران از گذشته رادیکال تر شده و خشم اجتماعی فراگیرتر. در چنین شرایطی جایگاه رهبران جنبش سبز کجاست؟ بیشتر به این موضوع می‌پردازیم. اول گزارشی ببینیم از فرنوش امیرشاهی. این حمله ها و شعارها مقدمه اجرای حصر بود. به فاصله کوتاهی ساخت یک در بزرگ مشکی رنگ در ورودی کوچه اختر منتهی به خانه میرحسین موسوی و زهرا رهنورد حصر را رسمی کرد. حالا از روندی که جایی در قانون ندارد 10 سال تمام گذشته. پس رهبر معترضان به نتیجه انتخابات سال 88 عمرشان را در حبس خانگی با کتاب و نقاشی و ملاقات‌های گاه و بیگاه می‌گذرانند و پیر می‌شوند. در 2 سال گذشته بعضی محدودیت‌ها رفع شده اما هنوز بسیاری از محرومیت‌ها باقی است. در آخرین مورد با اینکه اخیراً به میرحسین موسوی و زهرا رهنورد اجازه دسترسی به تلفن داده شده اما به دلیل تماس‌های آنها با زندانیان سیاسی و خانواده قربانیان اعتراض‌های سال‌های 88، 96 و 98 تهدید به قطع دوباره تماس‌هایشان شده‌اند. فراتر از همه این محدودیت‌ها، کلید خانه‌های اختر و جماران هنوز در دستان ماموران امنیتی است و این سوال باقی که کلیددار اصلی چه زمانی اجازه باز شدن درها را خواهد داد. اولین بار سال 91 اسماعیل احمدی مقدم رئیس پلیس وقت ایران به روزنامه کیهان گفت که فرمان حصر از طرف آیت الله خامنه ای بود. چندی بعد تعدادی از اصولگرایان از ابلاغ این دستور توسط شورای عالی امنیت ملی خبر دادند، موضوعی که بارها تایید و تکذیب شد تا سرانجام سال 96 سخنگوی این نهاد گفت که تصمیم حصر از جانب آنها و بنابر اقتضاعات امنیتی آن دوران بوده. رهبر جمهوری اسلامی از این تصمیم رضایت داشت. در حضور مقام رهبری بنده اینو مطرح کردم، یعنی گفتم که ادامه حصر اینها به صلاح کشور نیست
ایشون فرمودن که جرم اینها خیلی سنگینه و اگر اینها محاکمه بشن حکمشون خیلی سنگین خواهد بود که شما هم راضی نخواهید شد، نخواهید بود. بعد از ریاست جمهوری حسن روحانی، بعضی ابراز امیدواری کردند که با میانجیگری موضع حکومت تغییر می کند. به ویژه اینکه رسیدگی به این موضوع از وعده های انتخاباتی او بود. اما شرایط حبس خانگی تغییرش اندانی نکرد و وزارت اطلاعات دولت او مجری این دستور باقی ماند. شرط رفع حصر عذرخواهی و جبران مواضع پیشین عنوان شده. اون کسانی که فکر میکردن در انتخابات تقلب شده چرا برای مواجهه با تقلب اردوکشی خیابانی کردن؟ جواب ندارن. خب چرا عذرخواهی نمیکنن؟ اما نامه ها و پیام های تند آنها که رهبری آیت الله خامنه ای را به چالش کشیدند نشان داد که کوتاه آمدنی در کار نیست. موضوعی که به یکی از نگرانی های حکومت از نوع فعالیت سیاسی آنها در صورت خروج از زندان خانگی تبدیل شده. از یک سوریشه در نگرانی های امنیتی مقامات جمهوری اسلامی داره. به هر حال در درون جامعه نارضایتی های گسترده از عملکرد جمهوری اسلامی وجود داره و همین باعث شده که ما تظاهرات ها و اعتراض های گسترده سال های 96 و 98 رو در جامعه داشته باشیم. مقامات امنیتی تصور می کنند که آزادی رهبران جنبش سبز ممکنه باری بر در واقع نگرانی های امنیتی اونها اضافه کنه. اما به نظر من دلیل مهمترش کینه توزی رهبران جمهوری اسلامی به ویژه آقای خامنه ای است. با این حال تأثیرات جسمانی سالهای حصر و کهولت سن این سه نفر سختگیره ها نسبت به 6 سال اول را به تدریج کمتر کرده. بهانه حصر استقبال از فراخوان مهدی کروبی و میرحسین موسوی برای این تجمع در سال 89 و در حمایت از بهار عربی در مصر و تونس بود. آن هم 1 سال بعد از تلاش حکومت برای خاموش کردن آتش اعتراض‌های انتخابات ریاست جمهوری سال 88. واکنش مقامات شدید بود و فریاد اعدام و برخورد از تریبون‌های رسمی به هوا بود. نتیجه‌اش حبس خانگی طولانی مدتی شد که امروز در آستانه 11 سالگی است. فتنه سال 88 کشور را واکسینه کرد. به نظر می رسد آنچه که آیت الله خامنه ای پایان یافته می خواندش هنوز تمام نشده و تأثیراتش در عرصه سیاست ایران باقی است. سرنوشت حصر تصمیم دشوار برای کسی است که مواضعش درباره آن انتخابات و رهبران معترضان مقبولیتش را خدشه‌دار کرد و حالا اجازه بازگشت آنها به دنیای سیاست هم می تواند در بزنگاه‌های تاریخی جایگاهش را در قدرت متزلزل کند. فرنوش امیرشاهی بی بی سی. حصر در تاریخ 42 ساله جمهوری اسلامی واژه ناشناخته نیست. شماری از مسئولان و مقام های ارشد سیاسی و مذهبی به دلایل مختلفی حصر خانگی شدند و چند سالی از عمرشان را در چنین شرایطی گذراندند. چهره های مثل آیت الله محمد کاظم شریعت مداری و آیت الله حسین علی منتظری. حالا میر حسین موسوی، کسی که 8 سال در زمان جنگ ایران و عراق سکاندار دولت بود، 10 سال است که همراه همسرش زهرا رهنورد در حصر خانگی است. او که حالا در آستانه 80 سالگی است، چرا و چگونه همچنان در خانه‌اش محصور است؟ مسعود آذر نگاهی کرده به اتفاق‌های قبل و بعد از حصر میر حسین موسوی. از آخرین تصاویر از میر حسین موسوی در حصر، 10 سال پیش پنجره‌های این خانه را جوش دادند. کلید خانه‌اش به دست نیروهای امنیتی افتاد و رفت و آمد در آن ممنوع شد. میر حسین موسوی، به صحنه آمدم. آقای موسوی بعد از 20 سال از پایان نخست وزیری و خانه نشینی می‌خواست اتاق فرمان پاستور را در دست بگیرد. اما در انتخابات ریاست جمهوری سال 88 اتفاق‌هایی افتاد که در همین 4 دیواری کوچه اختر چسبیده به نهاد ریاست جمهوری به همراه همسرش زهرا رهنورد محصور شد. او آخرین نخست وزیر ایران پس از انقلاب اسلامی بود و در پایان 8 سال نخست وزیریش مهمترین پشتوانه سیاسیش یعنی آیت الله خمینی را از دست داد. کار اجرایی را رها کرد
از طرف رؤسای جمهور بعدی مشاور شد، عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام شد، اما در عمل سیاست را بوسید و کنار گذاشت و به حرفه مورد علاقه‌اش نقاشی و کارهای هنری رو آورد و در فرهنگستان هنر که خودش تأسیس کرده بود مشغول شد. در دهمین دور انتخابات ریاست جمهوری سال 88 با اعلام نامزدی به عالم سیاست برگشت. انتخابات میان آقای موسوی و محمود احمدی نژاد رئیس جمهور وقت دو قطبی شد. با گذشت ساعتی از پایان رأی‌گیری میرحسین موسوی اعلام کرد که پیروز قطعی انتخابات است. برابر اطلاعاتی که ما از ستادهامون داریم در سطح کشور، برنده قطعی با نسبت آرای بسیار زیاد این جانب هستند. اما وزارت کشور اعلام کرد آقای احمدی نژاد بیش از 63% از آرا را کسب کرده است و 11 میلیون رای بیشتر از آقای موسوی به دست آورده. او و مهدی کروبی دیگر نامزد انتخابات نتیجه را نپذیرفتند و اعلام کردند که در انتخابات تقلب شده و این آغاز جنبش سبز شد. معترضانی که به مناسبت‌های مختلف به خیابان آمدند. آقای موسوی در مجموع 18 بیانیه و نامه به مردم، مقام‌های دولتی و علما نوشت. او فردای روز انتخابات در 23 خرداد ماه در اولین بیانیه با عنوان پایداری در شعبده بازی اعلام کرد که تسلیم این صحنه آرایی خطرناک نخواهد شد. فردای آن روز در نامه‌ای به شورای نگهبان با اشاره به تخلفاتی که صورت گرفته تقاضای ابطال انتخابات کرد و راهپیمایی 25 خرداد ماه یکی از نقاط عطف اعتراض‌ها بود که تخمین زده می شود حدود 3 میلیون نفر در تهران به خیابان‌ها آمدند و شعار رأی من کو سر دادند. آقای موسوی در 25 بهمن ماه سال بعد برای همبستگی با حرکت‌های مردمی در منطقه به ویژه تونس و مصر درخواست صدور مجوز راهپیمایی کرد، اما پذیرفته نشد و طرفداران جنبش سبز به خیابان آمدند و نیروهای امنیتی اجازه خروج از خانه به او ندادند و حصر او آغاز شد. سعی کردم ایشون رو در صحنه نگه دارم. در این سالها رهبر حکومت ایران بارها درباره اتفاقهای پس از 88 صحبت کرده، از رفتار و بیانیه‌های میرحسین موسوی انتقاد کرده. سوال اینه، شما از کجا فهمیدید انتخابات تقلب شده؟ آقای موسوی در این سالها تحت فشار زیادی برای پس گرفتن ادعای تقلب در انتخابات بوده. خب در مجلس نهم یا نماز جمعه تهران خواستار اعدام آقای موسوی شدند، اما در این سالها دادگاهی تشکیل نشد تا به اتهام‌ها علیه آقای موسوی رسیدگی شود. در سالهای حصر ارتباطات او در حداقل ممکن بود و کمتر پیامی از او به گوش می رسید. در جریان اعتراض‌های خونین آبان ماه سال گذشته او رفتار حکومت با معترضان را با حکومت شاه مقایسه کرد و گفت آدمکشان سال 57 نمایندگان یک رژیم غیر دینی بودند و ماموران و تیراندازان آبان 98 نمایندگان یک حکومت دینی. آنجا فرمانده کل قوا شاه بود و امروز اینجا ولی فقیه با اختیارات مطلقه. آقای موسوی در آستانه 80 سالگی یک دهه از عمرش را در حصر گذراند. چند بار بیمار شد و تحت عمل جراحی قرار گرفت. فرزندانش میگویند پدرشان پیر شده، اما از حرف‌ها و مواضع‌اش کوتاه نیامده و همان معترض سال 88 است. مسعود آذر، BBC. اردشیر امیرارجمند، مشاور ارشد میرحسین موسوی و سخنگوی شورای هماهنگی راه سبز امید از پاریس با ماست. آقای امیرارجمند، خوش آمدید به برنامه. ابتدا از اینجا شروع کنیم که حاکمیت معتقده که از حصر پوسته بیش نمونده. شما چه میدونید؟ آیا واقعا حصر تنها ازش یک پوسته باقی مونده؟
خب این یک خلاف واقع بیان هست، به جهت اینکه به هر حال 10 سال پیش با سخنانی که آقای جنتی اعلام کرد که باید اینها تمام ارتباطاتشون قطع بشه، تلفنشون قطع بشه و نتونن پیام بدن، پیام بگیرن و باید در خانه زندان بشن. همین اتفاق افتاد، زندان شدن در خانه، اما از حقوق یک زندانی عادی برخوردار نبودن. و بارها مقامات کشور سعی کردن که حصر رو لوس کنن و با درج اخبار نادرست به این هدف برسن. در حصر سالها به شدت اعمال می شده، در یک دو سال اخیر گشایش های اندکی صورت گرفته، از جمله این که خب اعضای خانواده بدون محدودیت میتونن رفت آمد بکنن و اخیراً هم خیلی اخیر اجازه داشتن تلفن به خانم رهنورد آقای موسوی داده شده که اونها هم البته طبق معمول مطابق با اون چی که خودشون فکر میکنن و صلاح میدونن از این حق استفاده میکنن و با اون کسایی که دوست دارن تماس میگیرن و وارد بازی هایی که طرف مقابل براشون میخواد ترسیم کنه نمیشن. لذا حصر از بین نرفته، پوسته هم ازش نمونده. اگر کسی بخواد مسئله رو درست نگاه بکنه باید ببینه که چرا حصر واقعا واقع شده و آیا عوامل وقوعی مسئله الان از بین رفته یا نه. به هر حال آقای موسوی و کروب خان رهنورد اولین افرادی نبودن که دچار حصر غیر قانونی شدن. حصر اصلا غیر قانونی است و اینا هم اولین نفری نبودن که دچار مسئله شدن و اینا هم آخرین نفراتی نیستن که حقوق بنیادیشون به صورت صریح و روشن توسط حاکمیت نقض میشه. علت این نقض مکرر حقوق مردم، فساد ساختاری و فقدان حاکمیت قانون و استبداده. و اینی که آقای موسوی و کروبی و خان رهنورد بعضی از حقوق محروم هستن، افراد دیگه هم بودن که جانشون از دست دادن، آسیب های جدی دیدن، یا کارگران و طبقه محرومی که هر روز زیر فشار سنگین مسائل اقتصادی داره له میشه، اونها هم دارن همین فشار رو تحمل میکنن. یعنی یک مسئله عمومی است، یک پرتوش، یک باسابش حصر غیر قانونیه، یا باسابش دیگه مشکلاتی که مردم هر روز دارن تحمل میکنن. آقای امیرعرجمند، عملکرد دولت حسن روحانی و همچنین اصلاح طلبان رو چطور میبینید در این چند سال؟ ببینید، به هر حال آقای روحانی با وعده رفع حصر تونست رأی جمع بکنه، به وعده خودش عمل نکرد. به هر حال به نظر من جنبش سبز یک آینه بود برای همه ما. بعضی از ما پشت کردیم با آینه، بعضی آینه رو شکستیم، بعضی هم جرأت اینه داشتن که با آینه نگاه بکنن و تضادهای خودشون رو ببینن و بتونن از اون درس بگیرن و عبرت بگیرن. من معتقدم که همه ما میتوانستیم بهتر از این عمل بکنیم، به وظیفه خودمون عمل نکردیم، نه تنها در رابطه با رهبران جنبش سبز بلکه راجع به در واقع اعتراضات مردم و مطالبات مردم. اینی که بعضی از ماها پشیمون شدیم از کاری که انجام داده بودیم، از جنبش سبز، از اون حرکتی که انجام داده بودیم، خودش یک ضربه سنگینی به اصلاحات زد. به هر حال آقای موسوی نشون داد که در سال 88 باقی نمونده، ایشون رو به جلو میکنه و سال 98 میبینیم که همان نوازه رو اتخاذ میکنن. خانم رهنورد، آقای موسوی و آقای کروبی بر موازه خودشون استوار باقی موندن و در واقع همچنان مطالبات مردم مطالباتشون هستش. آقای موسوی تأکید بسیار زیادی داره که میباید از زبان مردم سخن گفت، برای مردم سخن گفت، دردهای مردم رو گفت و به هر حال مسئله نیستش که یک نفر آقای موسوی یا خانم رهنورد آقای کروبی باشن، یک مطالبه عمومی است. ما باید که این کار انجام میدادیم، موفق نشدیم به خوبی انجام بدیم. هر کدوم در مقابل تاریخ و در مقابل مردم مسئولیت داریم. مسئولیت اصلی و عمده متوجه حاکمیتی هستش که در واقع جمهوریت رو کلا به کنار گذاشته و نوعی جباریت رو بر کشور حاکم کرده. چقدر امیدوارید که حصر شکسته بشه؟ فعلا من خیلی
عوامل روشنی رو نمیبینم، به جهت اینکه همون فساد ساختاری وجود داره، حکومت نشانی نمیده که میخواد در نوع حکمرانیش تغییر بده، یعنی استبداد سر جای خودش هست و بیقانونی مثلا مخصوصا بسیار روشن هست. ببینید وقتی که جمهوریت از بین میره، خب خلاصه هر کسی هر کاری میتونه بکنه. در یونان باستان و در روم باستان هم میگفتن قانون بیان اراده عمومی است، ولی وقتی که سزار حاکم شد و جمهوریت از بین رفت، نظام جباریت حاکم شد، برای توجیهش گفتن که اراده سزار هم امپراتور هم در حکم قانون هست و میتونه حتی اینو به فرزندانش هم منتقل بکنه. یعنی خب چیزی که در ایران در اتفاق میفته در واقع همینه، جمهوریت کلا به کنار گذاشته شده و حکومت جنبه فردی پیدا کرده. در این حالت همه چی سنجیده میشه با منافع یک جریان خاص، نه منافع ملی و امنیت ملی. متشکرم. اردشیر امیر ارجمند، مشاور ارشد میرحسین موسوی. مهدی کروبی هم یکی از دیگر رهبران اعتراض‌های گسترده سال 88 است که همزمان با میرحسین موسوی و زهرا رهنورد در حصر قرار گرفت. آقای کروبی حالا 83 سال است و هنوز در حصر، هرچند از حدود 2 سال پیش محدودیت‌های شدید ارتباطی او اندکی کم شده. کسرا ناجی نگاهی کرده به زندگی سیاسی مهدی کروبی. مهدی کروبی در آن روز تاریخی در مجلس بعد از انقلاب ایران رئیس مجلس بود. در زمستان 1382-2004 وقتی که بیش از 120 نماینده مجلس در اعتراض به فرمایشی شدن انتخابات مجلس استعفا دادند. سخنران بعدی جناب آقای علی مزروعی، نماینده محترم مردم اصفهان. 5 دقیقه. مجلس شورای اسلامی زمانی میتواند حافظ دستاوردهای شورای نگهبان صلاحیت بخش بزرگی از نمایندگان را برای کاندیدا شدن در انتخابات بعدی رد کرده بود. نمایندگانی که خواهان اصلاحات گسترده در نظام حکومتی ایران بودند. نمایندگانش در انتخاباتی آزاد، قانونی، عادلانه و به طور مستقیم توسط ملت برگزیده شده باشد. امروز علی مزروعی میگوید در آن زمان مهدی کروبی سعی داشت که واسطه ای باشد بین نمایندگان و آیت الله خامنه ای که تصمیم گیر نهایی بود. طبق فهرستی که نمایندگان از تایید صلاحیت شده های انتخابات مجلس هفتم در آورده بودند، پیشا پیش تکلیف 2/3 نامزدها برای نمایندگی مجلس روشن بود و انتخابات وقتی برگزار شد کاملا این نظر ما رو اثبات کرد. بیش از 1 سال بعد از انتخابات بعدی مجلس، انتخابات ریاست جمهوری برگزار شد در سال 1384-2005 که در آن هم تندروها به گفته مهدی کروبی دستکاری کردند و تقلب. آقای اجازی، اگر میخوای حزب تشکیل بدید، دبیر کل حزب رو بسیج هم بشه حزب بید. اما اگر میخوای بسیج باشه که امام فرموده، منم عضو بسیج هم، همه هم افتخار بکنیم، این نمیشه تو بسیج رو وارد انتخابات بکنیم به نفع افراد. فاصله گیری آقای کروبی از آقای خامنه ای برمیگرده به انتخابات ریاست جمهوری سال 84 و اون نظری که آقای کروبی پیدا کرده بود که رأیش خونده نشده و اون نامه‌ای که خطاب به آقای خامنه‌ای نوشت و از مداخله فرزند آقای خامنه‌ای به طور مشخص آقا مجتبی در انتخابات صحبت کرد و میشه گفت که از اون نقطه و از اون جریان فاصله گیری آقای کروبی آغاز شد و خب بعد ادامه پیدا کرد. اما گسستگی کامل مهدی کروبی و آیت الله خامنه ای 4 سال بعد اتفاق افتاد، در پی انتخابات ریاست جمهوری 1388-2009 که کمی بعد از آن بازداشت او یا به اصطلاح حصر خانگی او بدون محاکمه شروع شد و امروز هم ادامه دارد. در این انتخابات که محمود احمدی نژاد برای بار دوم پیروز انتخابات اعلام شد، نشانه های تقلب زیاد بود و اعتراض ها به آن گسترده در سطح کشور.
میلیون ها نفر در اعتراض به دزدیده شدن آرایشان به خیابان ها. مهدی کروبی در کنار میرحسین موسوی در این انتخابات کاندیدای ریاست جمهوری بود، دو رهبر جنبش اصلاحات. در مناظره تلویزیونی معلوم بود که میدانست تندروها ممکن است نتایج انتخاباتی آزاد را تحمل نکنند. خودم برای سخت‌ترین شرایط آماده کردم، برای آسان‌ترین شرایط هم آماده کردم. یعنی هم آماده هستم هزینه‌شو بپردازم و مقابل خودکامگی ها بیستم و میدونم هم چه خبر است، چه مراکز قدرتی به وجود آمده. نارامی های بعد از انتخابات ایران بزرگترین تهدید به حکومت از هنگام جنگ ایران و عراق بود و ماها ادامه داشت. ده ها نفر از رهبران اصلاحات به زندان افتادند و در محاکمه های نمایشی محکوم شدند. مهدی کروبی و میرحسین موسوی که حالا به رهبران جنبش سبز معروف شده بودند به حبس خانگی افتادند. این نمایندگان تندرو در مجلس ایران در آن هنگام که خواستار اعدام آنها هستند. حسر این دو نفر حالا 10 سال است که طول کشیده بدون آنکه محاکمه شوند. از آیت الله خامنه ای رهبر کشور نقل شده که گفته تازه با آنها با ملاتفت رفتار شده. کسرانجی بی بی سی. مرتضی اسماعیل پور روزنامه‌نگار از کانزاس سیتی در ایالت میزوری آمریکا با ماست. آقای اسماعیل پور در زمان جنبش سبز از اعضای اصلی ستاد مرکزی میرحسین موسوی در کل کشور و استان تهران بودند. و همچنین محمد جواد اکبرین از پاریس با ماست. آقای اکبرین در سالهای 88 و 89 عضو شورای سردبیری سایت جرس، رسانه جنبش سبز بودند. خوش آمدید آقایون به برنامه ما. آقای اسماعیل پور، ابتدا از شما شروع بکنیم. فکر میکنید که جایگاه رهبران محصور در ایران در معادلات امروز سیاسی ایران کجاست؟ درود میگم خدمت شما، بینندگان و مهمون عزیزتون. اگر بخوام خیلی صریح جواب بدم اینه که دیگه جایگاهی ندارن، فقط جایگاهی در بین از کسانی دارن که حامیان هنوز جنبش سبز هستن. تعدادی که اعضای این حامیان هم فکر میکنم تعداد زیادی باشه و به همین خاطر در حال حاضر در معادلات سیاسی ایران نقشی ندارن، چه در معادلات سیاست داخلی و یا خارجی. اون چیزی که مشخص اینه که جنبش سبز هم دیگر جایگاهی در بین مردم نداره و این موضوع، جنبش سبز یک گزار اجتماعی بود که در همون سالهای اول، یعنی میشه گفتش بعد از سال 89 تقریبا میشه گفتش کاملا به تقریبا میشه گفت از بین رفتش. فقط صداهایی از اون موندش که در رسانه ها موند و یا در شبکه‌های اجتماعی همچنان انتقاد میکنن. البته بحث حصر و مباحث مرتبط به زندانیان سیاسی که در پس از انتخابات 88 بود ادامه پیدا کرد، اما چیزی که مشخص از نظر من هیچ جایگاهی فعلا نداره، به این خاطر که جنبش سبز دیگر اون اولویت مردم نیست. جنبش سبز به جریانی ختم میشد که بحث در ساختار قدرت بود، اما مردم تقریبا میشه گفت به خصوص از دی و آبان ماه به بعد خارج از ساختار سیاسی کشور به دنبال یک نوع نگاه براندازی بودن و با جریان جنبش سبز که میشه گفتش متصل شده از اصلاح طلب‌های خاکستری حکومتی و جریان‌های دیگه میشه گفتش با اون تفاوت فکری دارن. آقای اکبرین، شما چه فکر می‌کنید؟ فکر می‌کنید که جایگاهی ندارن محصولین؟ وقت شما بخیر. تصور میکنم که جنبش سبز رو اصلا نمیشه کناره اون چه که امروز به نام اصلاح طلبان و اصلاح طلبی میشناسیم تعریف کرد. ببینید سال 88 یه اتفاقی افتاد. اون اتفاق همه کسانی که به نوعی به دنبال اصلاح و تغییر بودن، چه در ستادهای آقای موسوی چه در ستاد آقای کروبی، در امتداد اجتماعیشون در سراسر ایران زیر عنوان جنبش سبز جمع شدن. بسیاری از اونا چهره هایی بودن که در دوران اصلاحات به عنوان اصلاح طلب شناخته می شدن. اما سال 88 ترازو بود، اتفاق بزرگی افتاد. بعد از انتخابات به تدریج صفها جدا شد. بسیاری از کسانی که امروز مشهورن به اصلاح طلب و به رهبران جریان اصلاحات
یا به چهره های جریان اصلاحات حساب خودشون رو جدا کردن. در نتیجه اون چه که امروز ما به عنوان جنبش سبز میشناسیم، اینکه امتداد اجتماعی چقدره بحث دیگری است که حالا بهش میپردازیم، ولی اون چه که امروز ما به عنوان جنبش سبز میشناسیم، اگر چیزی ازش باقی مونده، همونی که تو بیانیه آقای موسوی توی سال 98، تو آبان 98 ما دیدیم. ایشون به صراحت در اون بیانیه اومده گفته جنایتی که داره اتفاق میفته، سربازان ولی فقیه با اختیارات مطلقه دارن انجامش میدن. ببینید نگفت آقای خامنه ای، چون مسئلهش با شخص نبود، با این سیستم مسئله داشت، سیستم ولایت مطلقه فقیه مسئله داشت. ولی هنوز من جواب سوالمو نگرفتم آقای اکبرین، فکر میکنید که اصلا اساسا در معادلات سیاسی جایی دارن رهبران؟ فکر میکنید تاثیرگذاری اجتماعی میتونن داشته باشن هنوز، یا مخالفان عبور کردند از اونها؟ بله، اگر وارد معرکه بشن، شخص آقای موسوی به طور مشخص اگر با این مسیری که طی کرد تا 98 ما با ایشون بودیم و دیدیم، اگر وارد معرکه بشن، به گمان من امکان تاثیرگذاری همچنان دارن. اتفاقی که در سال 98 افتاد رو اگر ما ریشه هاش رو اعتراض به بی‌عدالتی و تبعیض و استبداد و دروغ بدونیم، امتداد همون اتفاقی است که در سال 88 افتاد. البته شیب براندازی رو من کاملا با آقای اسماعیل پور موافقم، شخص آقای موسوی هم دیگه در جایگاه سال 88 نیست و کلا جریان اعتراضی جامعه به سمت براندازی پیش رفته. من با این تحلیل کاملا موافقم. بسیار خب آقای اسماعیل پور، شنیدید آقای اکبرین معتقدن که اگر آقای موسوی بتونه فعالیت بکنه، هم در اون جایی که 88 ایستاده بود دیگه نیست، هم کماکان تاثیرگذاره. با احترام نظر ایشون موافق نیستم، به این خاطر که آقای موسوی اگر قرار بود همراهی مردم رو داشته باشه در اعتراضات دیما و آباما، دست کم یک صدایی در مورد ایشون هم پخش میشد، منظورم در حمایت از ایشون از سمت مردم. ببین جریان اعتراضات در آبان و دیما جریان مخالف الیت به سمت بالا و جامعه در پایین هستش. الان جامعه هستش که الیت یک جامعه رو متحرک میشه و تکونش میده و بهش سوق میده. اون چیزی که مشخصه آقای موسوی تقریبا میشه گفت بعد از بیانیه‌های آخرش به این نتیجه رسید که دیگه هیچ جایگاهی به صورت تاثیرگذاری در جامعه نداره و به خاطر همین مثلا آقای اسماعیل پور فکر می‌کنه که جای تاثیرگذار نیست، چرا رفع نمی‌کنن هست رو، چرا آزادش نمی‌کنن؟ من اگر این حرفو بزنم شاید واکنش منفی هم شاهد بشم، به این خاطر که حصر به نوعی میشه گفت تا الان به نفع آقای موسوی هم تموم شده. من مخالف حصر هستم، به هیچ عنوان حاضر به نقض حقوق شهروندی نیستم، اما افراد زیادی هستن که بعد از 88 زندانی شدن، در شرایط سخت بودن، اعدام شدن، خانواده هاشون اموالشون مصادره شد، در شرایط سخت مجبور به تبعید شدن، از راه غیرقانونی خارج شدن. یعنی اون چیزی که آقای موسوی در حال حاضر دارن به خاطر اینکه در ساختار حکومت و قدرت بودن، حکومت نخواست فرزندان خودش رو بیش از این تحقیر کنه، به نوعی میشه گفتش اونا رو به حصر بود. من موافق حصر باز هم میگم، تاکید میکنم نیستم، اما اون چیزی که مشخصه حصر این قدرت اینها رو از اینها گرفت. اگر میموندن، اگر عملگرایی رفتار میکردن، به طور مثال جریان رو بعد 25 خرداد به جایی که به سمت خونه هاشون هدایت کنه، به سمت اعتراض و به جای سکوت به سمت یک جریان دیگه پیش میبرد، شاید اون اعتراضات مردمی بیشتر شکل میگرفت. چون که ما بعد دقیقا 25 بهمن هم اگه یادمون باشه که من دقیقا تو خیابون بودم و یادمه مردم شعارهای ساختار شکنانه میدادن، اما همچنان آقای موسوی در ساختار حکومت، یعنی در ساختار قدرت حکومت حضور داشتن. اون چیزی که مشخصا الان آقای موسوی با آقای خامنه ای یا با گفته آقای مشخصا بحث خود چیز جایگاه ولایت فقیه مشکل دارن، اما اون چیزی که مشخصه مردم دیگه این جایگاه و شخص و تمام نهادها و سازمانها و اصلاح طلبها و جریانی که میگه بیا انتخابات شرکت کن و جریانهایی که مرتبط با میشه گفتش نظر مردم نیست و دارن سوق میدن، مشکل داره الان در حال حاضر. ما شعاری نمیبینیم که اگر من بخوام اشاره کنم اینه که شاید به سلطنت قبل هم مردم رجوع میکنن، اما به موسوی که در حصر هستش رجوع نمیکنن. اجازه بدید نظر آقای اکبرین رو بشنویم. آقای اکبرین چه میشه که اصلا حتی خواسته رفع عصر رو دیگه نمیشنویم بین اعتراضات مخالفان حکومت؟ من اجازه بدید یه نکته ای رو توضیح بدم. در 25 بهمن سال 89 اصلا چرا اومدن دعوت کردن مردم رو به خیابان، که مهمان گرامی شما میگن که
در واقع شعارهای مردم ساختار شکنانه بود، اما مثلا آقای موسوی اینا یه چیز دیگه میگفتن، در نهایت هم مردم رو دعوت کردن به خونه. این کاملا قلب واقعیته. اولا دعوت 25 بهمن 89 اصلا در حمایت از براندازی در تونس و مصر بود. یعنی از این واضح تر میشه مردم رو دعوت کرد؟ شما این نامه رو بخونید، گفتن به خاطر حمایت از مردم تونس و مصری که انداختن رهبرانشون رو، از مردم خواستن بیان بیرون. پس خود این ساختار شکنانه است اگر به این معنا بخوایم نگاه بکنیم. بعدم آقای موسوی اصلا فرصت پیدا نکرد که نظری بده، که میگن که مردم رو برگردوندن خونه. صدها هزار نفر به گفته تلویزیون جمهوری اسلامی در اون روز سرکوب شدن. نهایتا اتفاقی که افتاد، ما داریم هنوز صداتون رو. بعد ببخشید فکر کردم بعد شد. نهایتا اتفاقی که افتاد این بود که چند ساعت بعد آقای موسوی و کروبی و خانم رهنورد به حصر رفتن. اما توقع این که مردم دارن در فقر و تبعیض و بی‌عدالتی می‌سوزن، مثل اتفاق آبان 98 یا دی 96، ما توقع داشته باشیم که یک در قالب یک جریانی بیان بیرون، کسی رو صدا بزنن. مردم از این مراحل عبور کردن. حکومت هم اتفاقا به خاطر وحشتی که داشت از توان رهبران جنبش سبز، اینها رو در حصر نگه داشت و ماجرا رو فرسایشی کرد. طبیعتا وقتی شما 10 سال یک جریان رو فریز میکنی، تمام ارتباطات رو قطع میکنی، طبیعیه که اون جریان ویران میشه. اون بخش از اصلاح طلبانی هم که خیانت کردن به جریان جنبش سبز و پیوستن به حکومت، که من اجازه بدید اینو بگم، من براندازان رو به مراتب نزدیکتر میدونم به آقای موسوی تا اصلاح طلبانی که خیانت کردن به این ایده و رفتن کنار. آقای اکبرین، آیا معتقدید که امروز میرحسین موسوی براندازه؟ بله، با تعریف مشخصی از براندازی که نمیدونم چقدر وقت داریم، بله من معتقدم ایشون براندازه. به این معنا که اصلاح طلبی رو اگر این چیزی میبینیم که در چارچوب انتخابات دارن تعریف میکنن، آقای موسوی مسیرش رو مشخص کرده. من امیدوارم یه خبری هم هست که به زودی نزدیکان آقای موسوی منتشر بکنن که وقتی از طرف آقای خاتمی دعوتی از ایشون شد برای انتخابات کنونی، ایشون چه پاسخی به آقای خاتمی و نزدیکان آقای خاتمی داد. من امیدوارم این خبر رو خودشون منتشر میکنن، من فعلا نمیگم. ولی بله، از نظر من آقای موسوی با این حکومت استبدادی و در نسبت با به تعبیر خودشون آدمکشان زیر نظر ولایت مطلقه فقیه، ایشون برنده. متشکرم. آقای اسماعیل پور، جنبندی نهاییتون رو بشنویم. طبیعتاً آقای موسوی اگر برانداز شده باشن، خب ما خوشحال میشیم. اما اون چیزی که مشخصه، در انتخابات قبلی آقای کروبی، آقای موسوی تشویق کردن به انتخابات و از طریق دخترشون. اون چیزی که مشخصه، من تصورم برخلاف آقای اکبرین عزیز این هستش که جنبش سبز دیگر وجود نداره. اگر صدایی هم از جنبش سبز دیده میشه، شنیده میشه، از طریق آقای اکبرین و دوستانشون و سایت‌های نزدیک به این تفکر هستش. اون چیزی که مشخصه اینه که الان اعتراضات در ایران دیگه، اعتراضات به سمت این که در همین ساختار حکومت باشن، انتخابات باشه، نیست. و ما اگر آقای موسوی رو به عنوان در حال حاضر به عنوان یک معترض می‌بینیم، معترضی در ساختار حکومت جمهوری اسلامی که فقط با بحث ولایت فقیه مشکل داره، و اگر اصلاح طلبانی هم امروز بهشون به گفته آقای اکبرین خیانت کردن، همون کسانی هستن که در روز اول من شخصا شاهد هستم که آقای موسوی رو دعوت کردن در خیابان سمیه، این دوستان جمع بودن و ایشون رو حمایت کردن، همونا هستن که همراهشون بود و ایشون به اون دوستان کاملا اعتماد داشت. اگر امروز افرادی به جای آقای موسوی این نظر دیگه ای رو دارن، خب اون متفاوته. وگرنه آقای موسوی، آقای کروبی با همون اصلاح طلبایی که الان تو شورای شهر هستن و یا با اون نماینده مجلس هستن، ارتباط بسیار نزدیکی دارن. آقای اکبرین، جنبندی شما رو هم بشنویم بکنم. آقای موسوی و کروبی کسی رو برای انتخابات دعوت نکردن. اون چیزی که دربارشون گفته شده که مثلا اینها در انتخابات، در انتخاب آقای روحانی تو انتخابات شرکت کردن، اتفاقا به خاطر فشار امثال ما هواداران بود، که تصورمون این بود که اگه بخوایم یه جریانی رو سازماندهی بکنیم، حداقل آقای موسوی اینا باید از حصر بیان بیرون. و ما فکر میکردیم که رأی دادن به آقای روحانی، با توجه به اینکه ایشون قول و وعده داده بود به پیگیری رفته هست، زمینه ای رو برای بازسازی جریان جنبش سبز آماده میکنه. طبیعتا ما اشتباه کردیم.
آقای موسوی و آقای کروبی هم به حرف همراهانشون گوش کردن و از این بابت اون کسی که مقصره ما هستیم که از ایشون خواستیم که در حصر بودن و از بیرون خبر نداشتن، نه شخص ایشون و دیگران. متشکر از هر دوی شما، محمد جواد اکبرین از پاریس و مرتضی اسماعیل پور از آمریکا. زهرا رهنورد، او هم همراه همسرش میر حسین موسوی و مهدی کروبی از بهمن 89 در حصر خانگی است. از 8 سال بعد از آغاز حصر محدودیت‌های شدید ارتباطی او و همسرش هم اندکی کمتر شده. فریناسمی نگاهی کرده به زندگی سیاسی، هنری و شخصی زهرا رهنورد. به نظر میاد انشالله تا 1404 ایفا خواهند کرد. زهرا رهنورد، هنرمند، نخستین زنی که به مقام ریاست دانشگاه در ایران بعد از انقلاب 57 رسید، رئیس و استاد دانشگاه الزهرا، مشاور سیاسی محمد خاتمی، رئیس جمهوری سابق ایران و همسر میرحسین موسوی، نخست وزیر پیشین ایران و از رهبران معترضان به نتایج انتخابات ریاست جمهوری سال 88، قرآن پژوه، نویسنده و مجسمه ساز. خانم رهنورد و میرحسین موسوی 3 فرزند دارند: کوکب، نرگس و زهرا. نام اصلی او زهره کاظمی است. خود او در یک مصاحبه مطبوعاتی در سال 88 گفته بود از زمانی که به تعبیر او تجلی دختر پیامبر مسلمانان در زندگیش درخشید، نامش را به زهرا و نام خانوادگیش را به خاطر راهی که در پیش گرفته بود به رهنورد تغییر داد. به گفته خودش او آزادانه به اسلام روی آورده، از مخالفان جدی محمد رضا پهلوی آخرین شاه ایران بوده و گفته بود برای براندازی او خط قرمزی برای خود در نظر نداشته. زهرا رهنورد و همسرش میرحسین موسوی در دهه 40 و اوایل 50 شمسی از شاگردان جدی علی شریعتی، از مخالفان شاه و از نظریه پردازان انقلاب اسلامی بودند. میرحسین موسوی در دوره‌ای سردبیر روزنامه جمهوری اسلامی را بر عهده داشت. در آن زمان هم او و هم همسرش زهرا رهنورد از حجاب اجباری دفاع می‌کردند. زهرا رهنورد هم چندین مصاحبه با نشریات داخلی و خارجی آن زمان داشت و در آنها از حجاب اسلامی دفاع کرد. نظر او اما در سالهای اخیر نسبت به حجاب تغییر کرد. او گفته بود با گشت ارشاد مخالف است. هرگز به این گشت احتیاجی نبوده و ایران هزینه بسیار برای نتایج منفی آن داده. بعد از برخوردهای خشونت‌آمیز با دختران خیابان انقلاب و معترضان به حجاب اجباری، خانم رهنورد این طرح را کشید و در دیداری با دخترانش از حصر به بیرون فرستاد. منتقدان درباره آن گفتند که خانم رهنورد در گذشته خود از عاملان برخورد با معترضان به حجاب اجباری بوده. زهرا رهنورد عضو فعال کمپین مبارزاتی همسرش میرحسین موسوی برای انتخابات ریاست جمهوری سال 88 بود. تا پیش از آن که میرحسین موسوی برای این انتخابات قدم جلو بگذارد، هیچ کاندیدای ریاست جمهوری در ایران در کنار همسرش دیده نشده بود. تصاویری از آنها منتشر شد که دست در دست هم به میان جمعیت طرفدارانشان می‌رفتند. خانم رهنورد در این تصاویر با روسری گلدار و رنگی و چادر توری دیده می شود. تصاویری که کلیشه‌های مرسوم در جمهوری اسلامی را شکست. زهرا رهنورد در سال 88 حاکمیت کنونی ایران را از سرکوبگرترین حکومت‌های ایران نامید. یکی از خشن‌ترین چهره‌های حاکمیت در ایران رو ما در چهره حاکمیت فعلی می‌بینیم. او همچنین گفته بود از سرکوب حکومت نمی‌ترسد. من شخصا خودم میگم، بارها گفتم، من خودم برای چوبی دار آماده کردم. این حداقل خونبهایی است که میخوام بدم برای آزادی. نشریه فارن پالیسی در سال 2009 خانم رهنورد را سومین متفکر جهان در آن سال معرفی کرد و او را مغز متفکر انقلاب سبز ایران نامید. بعد از اعدام نوید افکاری، کشتیگیر ایرانی که در اعتراض‌های سال 97 در شیراز بازداشت شده بود، زهرا رهنورد از داخل حصر این پیام را داد: مردم دردمند گرفتار فقر، بیماری، تحریم‌های ظالمانه، شکاف‌های طبقاتی و جنسیتی و محیط پلیسی، تورم لجام‌گسیخته و بی‌اعتنایی مسئولان به مسائل آنان و به ویژه بعد از قتل بی‌رحمانه نوید افکاری، جوان ورزشکار میدان‌های کشتی، دلشان داغدار و طاقتشان طاق است.
او که به همراه میرحسین موسوی و مهدی کروبی از رهبران اعتراضا به انتخابات سال 88 از بهمن 89 در حسرت، در سال 97 در واکنش به رفع بعضی از محدودیت‌های حصر درباره خود گفت اگر روزی بنا بر رفع حصر باشد، آن را بدون میرحسین موسوی و مهدی کروبی نخواهد پذیرفت. او در سال 96 هم از مسئولان خواسته بود تا مادران زندانی مانند نرگس محمدی را آزاد کنند و اجازه دهند به اندازه باقی دوران محکومیت آنها خانم رهنورد در حصر بماند. وقوع اعدام‌های دهه 60 در زمانی که میرحسین موسوی نخست وزیر ایران بود موجب شده بحث بر سر این پیش آید که شاید آقای موسوی از این اعدام‌ها خبر داشته و جلوی آنها را نگرفته. زهرا رهنورد در سال 89 در مصاحبه با یک وبسایت اینترنتی به نام خودنویس درباره اعدام‌های سال 67 در زمان نخست وزیری میرحسین موسوی گفته بود: از این جنایت نه آقای خامنه‌ای و نه آقای موسوی هیچ یک اطلاع نداشتند و در حوزه وظایفشان هم نبوده. البته سکوت و توجیهی هم در کار نیست. آن اتفاق لکه‌های سیاهی است که به آب زمزم و کوثر سفید نتوان کرد. در 10 سال گذشته تلاش مقام‌های مختلف داخلی و سازمان‌های بین‌المللی برای رفع حصر میرحسین موسوی، مهدی کروبی و زهرا رهنورد به نتیجه نرسیده. مسئله‌ای که آیت الله خامنه‌ای رهبر جمهوری اسلامی شخصاً مخالف آن است. زهرا رهنورد و همسرش میرحسین موسوی در آبان 99 در حصر به کرونا مبتلا شدند. بعضی از مسئولان دلیل ابتلای آنها به کرونا را عدم رعایت پروتکل‌های بهداشتی یا دیدار با دخترانشان دانستند. سازمان گزارشگران بدون مرز اما گفته تنها کسانی که از 10 سال پیش با این زوج ارتباط مستمر دارند زندانمان‌های آنها و ماموران وزارت اطلاعات هستند. فرین آسمی، بی بی سی. وزیر بهداشت ایران گفته دو روز گذشته برای او سخت‌ترین روزها از آغاز بحران کرونا بوده. سعید نمکی از شیوع یکی از انواع جهش یافته ویروس کرونا در ایران خبر داده و هشدار داده موج سهمگینی در راه است که میتواند آمار تلفات و مبتلایان را بسیار بیشتر کند. رئیس جمهوری ایران هم گفته در شماری از شهرهای استان خوزستان از همین حالا اولین علائم شروع موج چهارم کرونا دیده می‌شود. سیاوش اردلان گزارش می‌دهد. خوزستان امروز وخیم‌ترین وضعیت را دارد. در حالی که آمار رسمی کشته‌های روزانه کرونا هنوز در ایران دو رقمی مانده، اما وضعیت در خوزستان می‌تواند به سرعت تغییر کند. شهرهای آبادان، اهواز، بندر ماهشهر، دسفول، دشت آزادگان، کارون، هویزه، شادگان و البته شوشتر هم روند افزایشی را دارد. قرار است محدودیت‌های تازه در خوزستان اعمال شود. 2/3 کارمندان دولت در مناطق قرمز و نارنجی و 1/3 در مناطق زرد باید از خانه کار کنند. خودروها هم از 9 شب تا 4 صبح اجازه رفت آمد ندارند و پلاک‌های غیر بومی کلاً اجازه ورود به این مناطق را ندارند. شاید برای این احواز این تدابیر دیگر دیر شده باشد. گفته های رئیس دانشگاه علوم پزشکی جندی شاپور: ظرفیت بیمارستان رازی اهواز تکمیل شده و بیماران مبتلا به کرونا در 3 بیمارستان دیگر اهواز بستری می شوند. وضعیت کنونی استان خوزستان ناگوار و بسیار نگران کننده است و خروج از آن نیازمند اقدام فوری و جدی است. حالا برای خیلی ها واکسن راه نجات است. برای بعضی ها واکسن روسیه اسپوتنیک که 100,000 دوز دیگر آن دیروز وارد ایران شد و برای بعضی واکسن های دیگر. بعضی ها هم به واکسن های خاص مثل واکسن روسی اعتماد ندارند یا کلن از واکسن زدن بیم دارند. مسئولان ایرانی کوشیدند اطمینان مردم نسبت به واکسن روسی اسپوتنیک را جلب کنند. افرادی که واکسن زدن هیچ عارضه خاص و جدی نداشتن، به جز عارضه حال معمولی که مثل هر واکسنی که زده میشه، حال ممکنه یه خورده درد محل تزریق و یه خورده حالا حالت تب و اینا که یه چیز عادی و طبیعیه. این اطمینان دادن ها درباره واکسن است، اما درباره ویروس اطمینان دادنی در کار نیست و هشدارهای امروز وزیر بهداشت بی‌تعارف و نگران کننده بود. سعید نمکی خطاب به پرسنل بهداشت و درمان گفت روزهای سختی در پیش دارند و گفت که در 1 سال گذشته 2 روز اخیر سخت‌ترین روزهای او بوده و همگان را فراخواند تا خود را برای یک مبارزه آماده کنند. با وجود این گفته ها هنوز ظاهراً بعضی ها احساس خطر نکردند و آمار تلفات روزانه 2 رقمی یک حس بیتفاوتی و اطمینان کاذبی شاید بین بخشی از مردم به وجود آورده.
سیاوش اردلان، بی بی سی. دکتر فرین کمانگر، اپیدمیولوژیست از بالتیمور در ایالت مریلند آمریکا با ماست. آقای کمانبر، خوش آمدید به برنامه. مقام های ایران برای مهار ویروس جهش یافته کرونا چه کار میتونن بکنن؟ مقامات ایران چند تا کار مختلف میتونن بکنن. یکی این هستش که سطح کنترل رو در مناطقی که به قرمز یا نارنجی شده بالا ببرن و این کار رو حتما میکنن. در خوزستان الان به سطح قرمز رسیدیم و قرمز یعنی 25 در 100 هزار، در هر 100 هزار نفر 25 تا کیس جدید در روز، که این در یک جایی مثل استان خوزستان که 4.8 میلیون نفره، یعنی حداقل 1200 تا کیس جدید در روز که منجر میشه به پر شدن بیمارستان ها و عده بالایی از مرگ و میر. برای این کار باید اون مناطق رو قرنطینه کرد و کار بسیاری از مشاغل رو بست، مگر مشاغل بسیار ضروری، اون یک راه هستش. باید سعی کرد که جشن ها و اینا رو کم کرد، چون متاسفانه بعضی از این جشن ها باعث میشه که اون اصطلاحی تو آمریکا میگن سوپر اسپردر ایونت باشه، یعنی یه عده زیادی بیماری رو بگیرن و بعضی از جشن ها متاسفانه به عزا تبدیل میشه. جلوی اونها رو باید گرفت و مردم هم باید رعایت کنن با شستن دست ها، فاصله اجتماعی، و اخیراً هم دارن توصیه میشه که ماسک ها رو حتی دو لایه بکنید. تا جایی که میشه بین همکاری مردم و دولت میشه اینها رو کاهش داد. واکسیناسیون در بازه زمانی که مقام های ایران وعدش رو دادند فکر میکنید چقدر میتونه کمک بکنه برای مهار گسترش ویروس؟ تعداد واکسنایی که تا الان وارد شده و حتی در یکی دو ماه آینده وارد خواهد شد هنوز خیلی کمه. شما اشاره کردید که 100 هزار تا اسپوتنیک 5 جدید وارد شده. این 100 هزار تا فقط برای 50 هزار نفر کافیه. استان خوزستان خودش 5 میلیون جمعیت داره، ایران 80 میلیون جمعیت داره. بنابراین این اصلاً کافی نخواهد بود. و تا این واکسن ها زده بشه و تا اثر کنه، یعنی حتی اگه زده بشه یه 3-4 هفته طول میکشه تا سطح تیتر آنتیبادی به اونجایی که باید برسه. این هستش که این جلوی این شیوع چهارم کرونا رو نمیگیره، باید اقدامات بهداشتی انجام بشه. اشاره کردید به مسئولیت فردی. سوال اینجاست که فرضاً این قرنطینه تا کی میتونه ادامه داشته باشه؟ بله، بسیاری رعایت میکنن، قرنطینه هم میشه در بعضی از شهرها، ولی و آمار میاد پایین، اما به محض اینکه این قرنطینه برداشته بشه دوباره آمار میره بالا. اینی که میفرمایید کاملا درسته. این یک معضلی است که تمام دنیا باهاش دست به گریبان بودن، یا حداقل کشورهایی که درش شایع بوده. سوال این استش که ما کی میتونیم این رو باز کنیم که مردم به زندگی و معیشتشون برسن، و کی وقتی خیلی خطرناک میشه اینو تا یه حدودی ببندیم تا این قضیه مرتفع بشه. من به هر حال فکر میکنم با توجه به این که تولید واکسن در دنیا داره میره بالا، مثلا فایزر الان داره تعداد خط تولیدش رو دو برابر میکنه، یا خیلی شرکت های دیگه اومدن به فایزر یا مدرنا گفتن واکسن های اونا رو میزنن، گرچه الان نه، ولی ظرف 8-9 ماه آینده یک عده بسیار زیادی از مردم واکسینه شدن. این هستش که واقعا این 8-9 ماه رو باید یک جوری کجدار و مریض برخورد بکنیم، یه طوری که هم زندگی ها برقرار باشه، همین که واقعا عده زیادی نمیرن و بیمارستان ها از حد خاصی بیشتر پر نشه. متشکرم دکتر فرین کمانگر. آتش سوزی گسترده و انفجار در گمرک اسلام قلعه در مرز افغانستان و ایران خساراتی برای هر دو طرف به جا گذاشته. هنوز علت دقیق این آتش سوزی روشن نیست. یک مقام افغان گفته یک تانکر گاز که از ایران به افغانستان می آمده نشتی داشته و منجر به آتش سوزی شده. یک مقام محلی هم گفته که 500 تانکر نفت و گاز آتش گرفته و دست کم 17 زخمی به بیمارستان مرکزی هرات منتقل شدند. این انفجار همچنین باعث قطع خط انتقال برق از ایران به افغانستان شد. جزئیات بیشتر از همکارم محمد قاضی‌زاده در هرات. دو سوال کلیدی هنوز پاسخ نیافته. یکی این که این آتش سوزی چطور شروع شد و به وقوع پیوست. دومی که واقعا میزان خسارات مالی به بار آمده چقدر هست. و این طبیعی هم هست، برای از اینکه هنوز وضعیت بحرانی است و گویا مقام‌های محلی و نهادهای مرتبط فرصت سنجش و تحقیق در این زمینه نیافتند. در حال حاضر به گفته والی هرات فعالیت تمامی نهادها و مراجع مرتبط متمرکز هست بر حفظ کالاهایی که هنوز سالم ماندن.
وادی هرات گفته که موفق شدند که صدها موتر به یک محل امن منتقل کنند. پیش از این مقام‌های محلی در کمیساری نظامی اسلام قلعه به بی بی سی گفته بودند که با نیروی آتشنشانی محدود و موجود زمینی امکان غلبه بر این آتش سوزی گسترده وجود ندارد. وادی هرات هم گفته که برای جلب حمایت و عملیات آتشنشانی هوایی در سطح منطقه تلاش های انجام شد اما گویا موفق نشدند تا اکنون، هرچند گویا نیروی آتشنشانی زمینی از کشور همسایه ایران به مرز اسلام قلعه رسیده. طبق آمار ابتدایی که ما داریم نزدیک به 500 متعدد پارکینگ بوده که متاسفانه تومه حریق شده. آمار ابتدایی ما نشان میده که بین 40 تا 50 میلیون خسارت مواجه شده. ما لحظات پیش با حمیدالله خادم رئیس اتاق معادن و صنایع هرات هم صحبت کردم. او گفت که ذخایر عظیم نفت و گاز که نباید در هفته گذشته متوقف میماند و باید وارد بازارهای افغانستان میشد حریق شده و احتمالاً این تأثیر بسیار منفی بر بازارهای افغانستان حداقل در کوتاه مدت خواهد گذاشت. اسلام قلعه یکی از مهمترین بنادر و مرزهای افغانستان است و بسیاری از کالاهای تجارتی که از ایران وارد افغانستان میشه از همین مسیر نه تنها وارد هرات بلکه وارد تمامی بازارهای افغانستان میشه. اضافه کنم در این باره سخنگوی وزیر خارجه وزارت خارجه ایران هم گفته که گزارشی درباره صدمه به اتباع ایرانی دریافت نکردند و بیمارستان ها در حال آماده باش هستند برای دریافت مجروحان احتمالی. به پایان 60 دقیقه رسیدیم. میتونید این برنامه و برنامه های قبلی ما رو در وبسایت بی بی سی فارسی و یوتیوب تماشا بکنید. ممنون از همراهیتون.